شایاندخت آبدینی منش پژوهشگر هنر و از اهالی موسیقی ایرانی است. او سالها نزد منصور نریمان در ستار و نزد پریسا و محمد رضا شجریان درس آواز فرا گرفت. اما اکنون با یاری گرفتن از آموزه‌های گذشته به پاس تجلیل از بزرگان و فرهنگسازی برای کودکان اثری تازه خلق کرده. اثری که قصه زال و سیمرغ شاهنامه را به تصنیف مرغ سحر پیوند می‌دهد. شایاندخت به دیدار نورالدین زرین کلک آمده تا پویانمایی کاراکترهای زال و سیمرغ را تقدیم پدر انیمیشن ایران کند. کاراکترهایی که نورالدین زرین کلک در دهه 50 خورشیدی و به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خلق کرد. آثاری از قصه های اساطیری ایران که به کمک انیمیشن در اذهان چندین نسل از کودکان ایرانی ماندگار شد. باید ما داستان‌های به خصوص داستان‌های قهرمانی قدیمیمون که به هیچ زبان دیگه بهتر از انیمیشن نمیشه اونها رو منتقل کرد، به زبان انیمیشن گفته بشه و تکرار بشه برای بچه ها که بچه ها یاد بگیرن و بدونن کجا به دنیا آمدن، سرزمینشون چیه، افتخارات کشورشون چیه و ببالند به این سرمایه ملی. زیباترین چیزی که فکر میکنم از 3 سالگی در ذهن من به عنوان یک مرغ افسانه‌ای و رویایی در تصورات من واقعا خیلی خیلی حالت شیدایی به من شاید دست میداد، تصویر بود که با قلم سهرامیز استاد نورالدین زرین کلک من در اون دوران خیلی خیلی کوچکی آشنا شدم و فکر میکنم تا الان این سحر و جادو دست از سر من بر نداشته و این مرغ همون سیمرغ افسانه‌ای ما باشه که وعده دادن برای اندیشه ایرانی و به هر ایرانی که در واقع ایرانیگری براش خیلی خیلی تصور مهمی هست، این سیمرغ با پرش میاد و همه ما رو به یک روشنایی و نور دعوت میکنه. پویانمایی قصه زال و سیمرغ زرین کلک همزمان با روز جهانی انیمیشن یادآور قصه هایی است با محوریت قهرمانان ایرانی، آنچه که کودکان خارج از ایران و حتی داخل کشور سالهاست از آنها دور ماندند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.